امروز فراماسون ها وجود دارند، در بسیاری از کشورها جلسه برگزار می کنند با همون هدف اولیه، یعنی دور هم بودن. همین، هیچ قدرتی ندارند، هیچ کار خاصی هم ندارند، اما خب بقاشون به همین تصور اسرار آمیز بودنشون هست. دوست دارند که جلساتشون رو مخفی نگه دارند، اگرچه حرف خاصی هم در اون جلسات ندارند ها، اما مخفی بودن و بر سر زبانها بودن رو دوست دارند. شاید هنوز اون رو برای خودشون کلاس میدونند، بگن ما ماسون هستیم. سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. حدوداً از قرن پنجم تا قرن پونزدهم دوران سیاه قرون وسطا و حاکمیت کلیسا در اروپا بود. در این دوران بناهای مذهبی و کلیساهای بزرگی ساخته شدند. کار بناها و سنگ تراشان رونق داشت. او اواخر قرن چهاردهم که یواش یواش دوره گذار به عصر روشنگری و پایان دوره قرون وسطا نزدیک می شد، تشکلها و انجمنهای مختلفی در کشورهای اروپایی شکل گرفتند، در انگلیس، در فرانسه، از جمله انجمن کارگران در صنعتهای مختلف، همونها که بهش امروز سندیکای کارگری میگیم. در این میان انجمن بناها و سنگ تراشان بزرگتر از انجمنهای مشاغل دیگه بود. کارگران در این انجمنها تجربیات کاری خودشون رو برای همدیگه تعریف می کردند، رفیق و همدم پیدا می کردند و از همدیگه حمایت می کردند. یعنی هدف خاصی از این جلسات نداشتند، همین دور هم بودن هدفشون بود. اما به هر حال همین جلسات ساده هم در اون دوران خفقان به صورت مخفی صورت می گرفت، چون کلیسا غیر از مراسم مذهبی خودش هیچ مراسم دیگه ای رو تحمل نمی کرد. یواش یواش مراسمی برای جلسات خودشون ترتیب دادند، نمادهایی تعریف کردند، نمادهایی از همون ابزار کارشون، همون ابزار بنایی، گونیا و خطکش و شاغل و چیزای دیگه. برای هر کدومشون یک معنای اخلاقی تعریف کردند و با هم پیمان برادری بستند که از همدیگه حمایت کنند. با این آیین و مراسم خوش بودند. در نقاط مختلف اروپا با نام فراماسون شناخته می شدند. به اعضای خودشون ماسون می گفتند. با رشد فراماسون ها مراسم اونها پیچیده تر شد و رتبه و درجه های مختلفی رو هم برای اعضا تعیین کردند، از درجه مبتدی تا درجه رفیق پیشور تا استاد ماسون. اعضا طی مراسم متنوعی ترفیع درجه می گرفتند. هیچ کاری نداشتن ها، اما این موضوعات و این مراسم براشون جذاب بود، بهشون حس پیشرفت و حس قدرت می داد، درست مثل یک گیم اونها رو سرگرم می کرد. در دوران عصر روشنگری بود که افراد اندیشمند برای بیان نظراتشون این محافل فراماسونری رو مخفی و آماده و مناسب یافتند. در جلسات اونها وارد شدند و سخنرانی کردند. آه دیگه، این محافل فراماسونری مخصوص کارگران سنگ تراش نبود. هر انجمن در هر محل یک لوژ فراماسونی نامیده می شد و برای خودش اعضای جدید می گرفت. لوژهای کوچیک تحت امر یک لوژ بزرگتر بودند، ولی لوژهای بزرگ مستقل از هم بودند، هر کدوم شرایط و آیین خاص خودشون رو داشتند. او فراماسونری یک دین نبود، اما از بسیاری از فاکتورهای دین استفاده کرده بودند. کلیسا که رشد یک جریان زیرزمینی رو حس کرده بود و اون رو رقیب آیین مسیحیت می دونست، به شدت با فراماسونری مخالفت می کرد. اما فراماسونری از مرز اروپا هم فراتر رفت. در قرن 18 لوژ فراماسونری در امریکا هم شکل گرفت. او دیگه ماسون بودن یک کلاس و افه‌ای داشت. در همون قرن 18 یک انجمنی هم در سرزمین آلمان تشکیل شد، در بایرن. انجمنی بر علیه نفوذ مسیحیت و کلیسا با نام باوریان ایلومیناتی. چند سال بعد با فشار کلیسا از سوی حکومت، هم انجمن فراماسون و هم انجمن ایلومیناتی غیر قانونی و ممنوع اعلام شدند. همزمانی ممنوعیت دو انجمن که شاید اعضای مشترکی هم داشتند باعث شده که در نظر مردم ایلومیناتی ها بخشی از فراماسون ها تلقی بشن.
اما آنچه که بیش از همه نام اونها رو بعد از قرنها همچنان بر سر زبانها انداخته رشد تئوری توطئه هست. تئوری توطئه باور داشتن به اینه که یک عده انسان نخبه و باهوش اما بدجنس و دسیسه‌گر طبق نقشه از قبل طراحی شده با نفوذ در حکومت‌های قدرتمند جهان و کنترل سرمایه‌های اقتصادی جهان و نفوذ در شرکت‌ها و سازمان‌ها و چه به دنبال ایجاد یک نظم نوین جهانی و شیطانی هستند تا همه مردم را تحت کنترل خودشون در بیارن، تا در آخر زمان به جای برقراری حکومت جهانی عدل امام زمان یا به جای حکومت الهی عیسی مسیح یک حکومت جهانی شیطانی رو حاکم کنند. و اینجوری گیم این دنیا به مرحله پایانی خودش برسه. این اصل تئوری توطئه هست. در تئوری توطئه هیچ پدیده ای اتفاقی رخ نمیده. هیچ حرکتی بی حساب نیست. هر آنچه که میبینید در واقع اون نیست که میبینید، بلکه یک حقیقت دیگه ای داره که مخفی هست. در تئوری توطئه همه چیز به هم ربط داره و همه چیز تحت اراده همون دسیسه‌گران نخبه اداره میشه. اگه جایی جنگ میشه، صلح میشه، حکومتی عوض میشه، رئیس جمهوری انتخاب میشه، همه و همه طبق خواسته همون گروه دسیسه‌گران نخبه هست. خب اون گروه کیا میتونن باشن؟ فراماسون ها و ایلومیناتی ها هستند. تمام، تئوری توطئه ما کامل شد. از کجا معلوم؟ اونها علائمی مخفی و آشکار از خودشون گذاشتند. مثلا چی؟ نقش و نگار دلار امریکا. اولا از نظر تئوری توطئه شکل هندسی مثلث مستطیل مربع دایره ستاره هر چی که میبینید نشان فراماسون ها هست. اونا یواشکی همه جا علامت گذاری کردند که چی بشه معلوم نی. اون تک چشم در یه مثلث در نقش دلار امریکا خب تک چشم مظهر خدا هست و مثلث همون تثلیث مسیحیت هست. ما طبق کشف تئوری توطئه اون تک چشم دجال آخر الزمان هست، همان ضد مسیح که قراره بر دنیا مسلط بشه. نه که ایلومیناتی ها ضد مسیحیت بودند، اونا معتقدند که این طرح کار اونهاست. فراماسون ها این نشانه ها رو در طرح دلار امریکا و طرحهای دیگر رو در شهرسازی امریکا کار گذاشتند که چی بشه؟ تا یه عده از مردم این دور و زمونه که به تئوری توطئه باور دارند این نشانه های فراماسونری کشف کنند و هی تأییدی بر باور خودشون اضافه کنند و هی کیف کنند. وگرنه این نشانه های مثلا فراماسونری هیچ فایده دیگه ای ندارن. اینو کشف میکنن، اونو کشف میکنند. بعض این همه نشانه. اونا معتقدند که استقلال امریکا هم کار فراماسون ها بوده. میگن جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا هم ماسون بوده. خوب باشه، اون موقع خیلی ها به اصطلاح ماسون بودند. دلیل نمیشه که هر کاری که در زندگیشون کردن از طرف فراماسونری بوده باشه. باور به تئوری توطئه اگه در حد این باور باشه که مثلا سفر به کره ماه دروغ بوده، خب حالا خیالی نی، خیلی مهم نیست، اگرچه اون باور هم نادرسته. اما دیگه باور به تخت بودن زمین و یا باور به اینکه 11 سپتامبر کار خود امریکا بوده، یا بدتر از اون اینکه انسان‌هایی با ژن خزندگان جهان رو در کنترل دارند، این نوع باورها میتونه ناشی از نوعی مشکلات روانی باشه، چون نه تنها عاقلانه نیست بلکه خیلی خیلی پرته. تحقیقات علمی نشون میده که باور به تئوری توطئه میتونه ناشی از روان پریشی باشه، ناشی از مشکلات روانی باشه که موجب بی توجهی فرد به عاطفه و اخلاق هست و حتی میتونه از اختلال شخصیت باشه، سایکوپاتی باشه. این گونه افراد آمادگی پذیرش تئوری توطئه رو بیشتر دارن و اونهایی که به تئوری توطئه باور دارند آمادگی بیشتری برای مشارکت در توطئه دارند. و این خطرناکه. همچنین باورمندان به تئوری توطئه طبق تحقیقات دانشگاه کمبریج بیشتر از دیگران از بیماری استرس رنج می کشند.
و نکته آخر این که باور به تئوری توطئه چی بود؟ اینکه هیچ پدیده ای اتفاقی رخ نمیده، هیچ حرکتی بی حساب نیست و همه چی تحت اراده همون دسیسه‌گران نخبه اداره میشه، درسته؟ خب اگه عبارت دسیسه‌گران نخبه رو برداریم و به جای اون عبارت خدای متعال بگذاریم، این تئوری میشه باور میلیاردها انسان خدا باور، که نه به خاطر روان پریشی بلکه به خاطر آموزه های دوران کودکی به شکل دیگه ای از همین باورهای پرت تئوری توطئه باور دارند. مغز انسان فرگشت یافته که به دنبال پاسخ باشه، به دنبال کشف علتها باشه، و از طرف دیگه هم یافتن پاسخ لذت بخش هست، آرامش بخشه. حالا وقتی اتفاقهایی رخ داده، کشف ارتباط بین اونها و علت اونها میتونه ذهن انسان رو درگیر کنه و خب یه پاسخ آماده، هرچند دروغ، مثل باور به یک تئوری توطئه میتونه به عنوان پاسخ آرامش بخش باشه. این دقیقاً علت باور به خدا هم هست. بله، خدا میتونه ذهن پرسشگر انسان رو سرکوب کنه و باعث آرامش ذهن انسان هم بشه. همه چیز تحت اراده خداست، او حکیم، صلاح ما رو میخواد و تمام. همین باور ذهن انسان رو از تفکر خالی میکنه و دغدغه مسئولیت رو هم از انسان دور میکنه. خدا و تئوری توطئه از یک جنس هستند و هر دو برای آخر زمان هم نقشه دارند، یکی به اسم خدا و دیگری به اسم شیطان، و هر دو دروغ هستند، اگرچه دروغ هم برای بعضی ها جذابه. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.